ترکینگ یکی از مهمترین اتفاقات دنیای افتر افکت است که با یادگیریش میتونه خیلی کارهای خلاقانه و بامزه‌ای بسازی. سلام، من حمید سهرابیم. خیلی خوشحالم از اینکه پای این ویدیو نشستی. امیدوارم که هر جا هستی شاد و سلامت و پر انرژی باشی. اگه اولین باره که ویدیویی از کانال من میبینی، خوشحال میشم کانالمو سابسکرایب کنی، از این پایین زنگوله نوتیفیکیشن هم فعال کنی. امروز با نرم افزار افتر افکت یه قابلیت خیلی جذاب و بامزه رو با هم تمرین میکنیم که بهش میگن ترکینگ، که این ترکینگ هم 2D یعنی دو بعدی، هم 3D یعنی سه بعدی. حالا امروز سه بعدیشو میگم، میخواستم دو بعدیشو بگم ولی خب چون سه بعدیش خیلی ساده تره گفتم اول سه بعدی رو بگم. حالا اگر در واقع عمری بود بریم سراغ دو بعدی. چرا اینقدر دارم قمنگی صرف میزنم؟ حالا کاری نداریم، وارد نرم افزار افتر افکت بشیم. این ویدیویی که من قرار دادم توی دسکریپشن لینکشو میذارم، دانلود کن، میکشمش توی تایملاین، خودش کامپوزیشن ازش میسازه. البته من گذاشتمش روی فول اچ دی این 4K اگر دانلودش کنی، ولی به هر حال اسپیس که بزنی خیلی خوشگل و ساده این میبینی داره پلی میشه، ولی سرعتش خیلی کمه. کلیک راست میکنم تایم و اینیبل تایم ریمپینگ، اینو میارم تقریبا، این اگر اینو بیاری نصف یعنی سرعت دو برابر میشه. من میخوام یه کمی زودتر از دو برابر بشه، مثلا کل فیلمم بشه 5 ثانیه. پس این کیفریم رو میارم اینجا. حالا N میزنم، ورکریای من محدود شد. حالا نگاه، سرعت این ویدیوی من خیلی بیشتر شده اگر پریویو رو روی کوارتر بذارم. میبینی که خیلی سریعتر این اتفاق میفته. ولی اینو میام اینجا، آلتو نگه میدارم، به راکت بسته رو میزنم این کات بشه. حالا کنترل شیفت C، یعنی میخوام یه پری کامپ از این بسازم. منتها موو اول اتریبیوتس رو میزنم که هرچی کی فریمم داره، هرچی ویژگی و اتفاقاتی که سرش آوردیم و بکنه توی کامپوزیشن. دیگه اینجا هیچی نشون نده، انگار که این یه فیلم مستقله. حالا این الان یه فیلمه. خب از بخش Effects and Presets، افکت 3D، کامرا ترکر رو سرچ کن، بکش بنداز روی ویدیوت. وقتی بکشی بندازی روی ویدیوت میبینی نوشه Analyzing in Background. کل حرکت دوربینی که تو این صحنه استفاده شده رو میخواد آنالیز کنه و ذخیره کنه. حالا با وایسیم این آنالیز تموم شه، بعدا من بهت بگم داستانش از چه قراره. خب همون جور که میبینی اینجا درصدش هست. حالا میگه آنالیز شد و نوشته Solving Camera، یعنی وقتی اینو به نگاه کن یه سری حالت نمادهای اینجا گذاشته و اینجاها رو ترک کرده، یعنی اطلاعاتشو گرفته، گفته اینجا آها یه سری سوژه هایی هست. هرچقدر اینو میبری جلوتر میبینی تعداد این نمادها یا بیشتر میشه یا کمتر، ولی مهم اینه که چی میشن. به هر حال جاهای جدید نگاه کن، این چسبیده اینجا تکونم نمیخوره چون اینجا رو شناسایی کرده، درخت رو شناسایی کرده، جلوتر درخت های جلو رو شناسایی کرده. میبینی رو هر کدومش میری داره میگه که زمین رو اینجا شناخته. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که میری جلو، جایی که میخوای تکستو بندازی، مثلا من میخوام اینجا، ببین چقدر قشنگ قشنگ شیب زمین رو گرفته، ولی اینجا شاید مناسب نباشه. نگاه اینجا، اینجا رو نگاه کن، درخت اینجوری نیست، درخت عمودیه، اینجوریه. پس این مهمه، پس این سه گوشه مهمه. نگاه این نقطه و این نقطه و این نقطه، نگاه بینشون که میری کاملا مشخص. اینجا هم همینجور، اینجا شیب زمین رو پیدا کن، شیب زمین اینجوریه دقیقا. پس اینو یک کلیک کن، کلیک کردی چی میشه؟ اجازه بده من اینو روی فول بذارم. میبینی که این سه نقطه مهم رو پیدا کرد، سه نقطه به هم مرتبط. کلیک راست کن روی این سه نقطه، نوشته Create Text and Camera، یعنی یه تکست بساز و یه دوربین، یا Create Solid and Camera یا Create Null and Camera.
واسه تکست که اینو میزنیم، ولی واسه شیپ های دیگه بهت میگم اول کرییت تکست رو بزن. خب حالا میگه تکست بنویس، دو تا کلیک کن رود ببخشید اشتباه کردیم، کنترل تی بزن ابزار تکستت فعال شه، حالا دو تا کلیک کن رو تکستت هر چی میخوای بنویس. من مینویسم مثلا tracking. حالا اینجا رو نگاه کن، حالا هر چقدر فیلم ما یا ویدیوی ما جا به جا میشه انگار چسبیده به اینجا، تکونم نمیخوره. حالا داستانه این چیه؟ داستانه خیلی جذابه. اکتیف کامرا رو بذار روی تاپ، یعنی از بالا بتونیم ویدیومونو ببینیم. ببین این دوربینه، طبق اون چیزی که ساختیم دوربین مسیری که فیلم بردار طی کرده رو شبیه سازی میکنه و میره، و وقتی من دوربین رو میذارم روی اکتیف کامرا کامل نشون میده، میگه آها دوربینه شبیه سازی شده و انگار از این تکست داره جداگونه فیلم میگیره. اگر اینم بذاری 3D تراکر کامرا که فرقی نداره، ولی کلن داستان اینه، اینو از سمت چپ میتونی ببینی، از پشتش میتونی ببینی، از تاپ، رایت، باتم، هر جا که دوست داری، ولی اگر اکتیف کامرا بزنی اکتیف میشه دوربین. داستان اینه، پس یه دوربین میسازه حرکات شبیه سازی میکنه. نگاه کن یو زدم کل کی فریم اومد، دوربین رو داره شبیه سازی میکنه. اگر از بالا ببینی میبینی که این دوربینه داره میره جلو، من روی لایه دوربینم، این دوربینه کنترل منفی بزنم، نگاه کن حرکت دوربینی که فیلم بردار گرفته رو داره شبیه سازی میکنه. و چی میشه وقتی اکتیف کامرا بزنی؟ این دوربینه فعال میشه چون اکتیف کردی و حالا انگار داره از این تکست فیلم میگیره. هر چقدر میبری جلو این دوربینه ما هم توسط کیفریم ها میاد جلو، پس انگار که این تراکینگ یا تکست ما چسبیده و توی فیلم انگار هست. به همین سادگی. حالا میخوای اینو بچرخونی، وی بزن یک کلیک کن روش، حالا آر بزن روتیشن فعال شه، بچرخون هر جوری که مایلی، مثلا اینجوری نگاه کن چقدر بامزه. میخوای کوچیکش کنی، اس بزن کوچیک کن، با اسکیلش بازی کن، شیفت و نگهداری بیشتر کوچیک میشه. اگه میخوای عقب جلو یا بالا پایین ببری وی بزن اینو بالا پایین کن. به همین سادگی. اینم از تراکینگ. حالا من میخوام جای تکست چی بندازم؟ مثلا یه لایه بندازم، یه سالید بندازم، چیکار کنم؟ مثلا بیا یه عکس ببینیم چی داریم عکس اینجا. مثلا من این عکسامو میندازم، عکس قشنگمو. بله خب میام اینجا یه کلیک میکنم روی ویدیو از بخش ایفکت کنترل، بعد یه کلیک بزنی روی 3D کامرا تراکر تا این دونه ها چی نمات ها فعال بشن. حالا بیا دوباره همون شیبی که میخوای رو انتخاب کن، این شیبه به نظرم خوب، یه کلیک کن کنترل پلاس بزن جابجا کن. حالا یه کلیک راس نوشته create solid and camera، اینو بزن. اینو که زدی یه سالید ساخت. حالا از این به بعد این سالید من جای تکست چسبیده، میبینی؟ نگاه من اینو بذارم روی کوارتر، نگاه اجازه بده نگاه کن، میبینی چقدر قشنگ چسبیده بدون ذره‌ای تکون. حالا من میخوام عکسمو بندازم جای این، چیکار باید بکنم؟ خیلی ساده، برو توی پراجکت پنل عکستو بکش، کنترل رو نگه دار، ببخشید آلتو نگه دار، چیکار کن؟ عکستو بکش، آلتو نگه دار، رو عکست ول کن، روی سالیدت ول کن. حالا چی شد؟ عکس من رفت جای سالیدم. حالا چیکار میکنم؟ فول آر میزنم، با روتیشنش بازی میکنم. به همین سادگی. میارم هر جایی که دلم خواست میذارم. دوباره یه ذره دیگه با روتیشن ماپ بازی کنیم. آها حالا هر جوری که دوست داره اینو تغییر بده. حالا اگه اسپیس بزنی انگار عکس من توی این صحنه به این سادگی و قشنگی چسبیده به زمین ما و انگار توی این ویدیو ما. اگر سوالی داشتی از بخش کامنت ها بپرس، و اینکه اگر هنوز کانالمو سابسکرایب نکردی خوشحال میشم از این پایین کانالمو سابسکرایب کنی، یا سوالی داشتی از بخش کامنت ها بپرسی، و اینکه دیگه چه اتفاقات بامزه میشه با تراکینگ رقم زد میدونی؟ اگر میدونی بنویس، ما هم از علمت استفاده کنیم.
خیلی خوشحالم از اینکه پای این ویدیو نشستی و تا اتفاقات بعدی و ویدیوهای جذاب دیگه ارادت.